د هرات د صنعت او سوداګری خونې مشر حمید الله خادم وایي په تیرو ورځو کې اته هغه فابریکې چې د دې ولایت په صنعتي ښارګوټي کې فعالیت کوه د مشابه توکو او بې محصوله موادو د راوړل کېدو له امله تړل شوي او دا لړۍ به لا هم دوام پیدا کړي. تعداد زیادی از فابریکات ما متاسفانه ما در طی 10 روز گذشته 8 شرکتی که در بخش چاکلت فعالیت داشتن مکمل بسته شدند، کارگرای خود جواب دادند و اگر این روند ادامه پیدا بکنه ما برای شما به اطمینان میگم تا ختم سال 99 کل شهرک صنعتی هرات بسته میشه. بلخوا فابریکا لرون کې وای په ګمرکونو کې فساد، ناامنی او د حکومت د نملاتړ له امله مجبور شوي چې فابریکې وتړي، ځکه ورځ تر بلې کارونه خرابیږي. فساد به ګمرکات به علاوه کې جنسای مثلا به شعبه میایه، فساد زیاد هم به ګمرکات هست. دیگه دولت هم هیچ همکاری با صنعتکارا نمیکنه. اگر وضعیت به این منوال پیش بره شاید تا آخر سال تمام شهرک صنعتی ورشکست شد و درا کارکنهای نبسته شد. بالا مشابه جنسه که داخل شهرک صنعتی ایراد ما تولید میکنیم مشابه از او از کشور همسایه وارد میشه و پایین ترین قیمت از ما میفروشن، در صورتی که ما یک تن گاز رو فلان 400 دلار میخریم در کشور همسایه یک تن گاز 20 دلار قیمتنه، یک تن آرد ما 450 دلار میخریم به کشور همسایه به 130 دلاره. اینا همه باعث از این شده که دست به دست هم بده که شهرک صنعتی هرات و مشکل بخوره و دروازه بیشتر از کارخونه بسته بشه. خو بل خو د هرات ولی سید وحید قطالی وایي سیمه ایزه اداره کوشش کوي چې د سوداګرو ستونزې هواري کړي او په دې برخه کې دوی تدابیر لري چې وضعیت خراب نشي. شهرک صنعتی برای همیشه استوار میمونه، وسعت پیدا میکنه، خدمات جدید برای داده میشه، اراضی جدید، تسهیلات جدید، قوانین جدید که وضع شده به نفع شهرک صنعتی و صنعتکار و سرمایه گذاره ما حمایت میکنیم. اجالتا بحث ورود کالای مشابه آن هم به صورت غیرقانونی یک بحث جدی است، مبارزه با این شروع کردیم، به قناعت صنعتکارا میپردازیم. د یادولو وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې په هرات ولایت کې سوداګر د خپل کاروبار، امنیت او د حکومت د نملاتړ څخه ژغ پورته کوي، بلکې له دې مخکې هم په کراتو دا ژغ پورته سوی، خو دوی وایي ظاهرا ژغ یې نه دی اورېدل شوی.